سلام، سلام به دوستداران طبیعت، دوستداران کشاورزی و باغبانی. بنده حامد هستم و تو مزرعه زندگی میکنم و اینجا توی این کانال یک روز در میان یک ویدیو در مورد باغبانی و کشاورزی و اطلاعاتی در مورد پرورش و نگهداری از هر نوع گل و گیاه و درخت میوه‌ای که نیاز هست شما بلد باشید تا بتونید یه باغچه کوچک یا یه مزرعه بزرگ رو اداره کنید و محصول ممتاز تولید کنید رو با شما به اشتراک میگذارم. اطلاعاتی رو در اختیار شما میذارم که بدون حاشیه باشه، بدون فریب باشه و موضوع این برنامه امروز هم همینه. امیدوارم شما امروز تو همین لحظه که دارید منو میبینید سرحال باشید، تا انتهای ویدیو همراه من باشید. نکاتی رو عرض میکنم در خلال ویدیو یا در دقایق پایانی ویدیو که مهم هست، و اگر شما تو اواسط ویدیو خارج بشید اون نکات از دست میدید. اینها شکوفه‌های ریز عناب هستن. توی درخت خرمالو هم به همین ترتیب شکوفه ها هنوز باز هم نشده. میوه های سیب بزرگتر شدن، شکل گرفتن. شکوفه های بیرمغ از درخت ریختن و میوه های شکل گرفته به جا مونده. گلابی هم به همین شکل. میوه های درخت آلو حتی از یه فندق هم بزرگتر شدن. شته ها اولین و مهمترین آفتی هستند که مزرعه ما رو تهدید میکنه. تقریبا در تمام طول سال همراه گیاهان هستند، از گلهای زینتی مثل گل رز گرفته تا درختان میوه. به همه گیاه ها حمله می کنن و به همه شون آسیب می زنن. با مکیدن شهد درختان باعث رنجور شدن برگ ها و میوه ها و ریزش و ریز شدن برگ ها می شن. شته ها به محصولات باغچه هم رحم نمی کنن و هر کجایی که شهد نباتی باشه و مورچه ها احساس کنن که میتونن شته رو اونجا پرورش بدن، برای از بین بردن این شته ها و مورچه ها ما میتونیم از محصولات گیاهی استفاده بکنیم و به شکل ارگانیک اینها رو از بین ببریم. گزنه تقریبا همه جا هست. با استفاده از برگهای گزنه و نعنا. نعنا هم یکی از اون گیاهانی است که حشرات رو از بین میبره، مخصوصا شته رو از بین میبره، و میتونید با استفاده از نعنا و گزنه حشرات رو به صورت ارگانیک دفع کنید. برگای گزنه رو توی آب میگذاریم یه گوشه از باغ بمونه و بمونه تا مدت طولانی بمونه. چرا؟ حالا بهتون میگم. اینها چی هستن؟ اینها گزنن. اینی که روشه چی هست؟ اینا شته، اینا مورچه. فقط همینجا هست؟ نه، همه جا هست. اینجا هست.
حجمشم کم نیست. برگهای نعنا که قرار بود حشرات و آفات رو دفع کنه، این برگهای سوراخ رو میبینید؟ این سوراخ ها رو آفت ها ایجاد کردن و کم هم نیستن. اینجا این حلزون رو ببینید، حلزون داره اینجا عشق میکنه. نمیدونم تو تصویر اون نقطه های سبز و سفید ریزم میفتن یا نه، یا اون مورچه ای که از اونجا رد شد. توی این نعنا هم شته به وفور پیدا میشه. توی این فصل اینو محلول پاشی نمی کنم، اینا رو زمستون یک بار محلول پاشی کردم و مقدار زیادی از آفت ها از بین رفته و این مقدار کم آفت دیگه ارزش نداره تو فصل برداشت نعنا اونها را محلول پاشی کنم. برای این فصل مناسب ترین سم همین سم دیکلوروسه که طیف وسیعی از شته ها رو و گونه های همسان شته رو که از شیره نباتات استفاده میکنن رو از بین میبره. برای دوستانی که باغچه کوچکی دارن یا برای گلدونای گلشون یا گل روز میخوان شته رو از بین ببرن، با یه سرنگ اندازه 1.5 میل، بله دقیقا هم انگار تو دست من این تنظیم شده بود، به این شکل 1.5 میل مخلوط کنید توی یک ظرف 1 لیتری آب، چون ممکنه شما از این محلول پاشای در واقع آب پاشای خونگی استفاده کنید و اون آب پاش خونگی 250 سیسی حجمش. شما باید توی یه ظرف 1 لیتری اینو حل بگیرید تا نیمه از آب پر کنید، بعد سمو بهش اضافه کنید، مابقی آب رو هم پر کنید. خب بعد اینکه اینو حسابی تکون دادید و خوب مخلوط شد، اینا رو بریزید توی ظرف کوچیک. خب یک مسئله مهمی رو بنده بایستی اینجا به شما یادآوری بکنم، کشاورزی ارگانیک ما اصلا نداریم. یعنی شما هر محصولی رو اگر با دست خودتون بذری رو بکارید دیگه ارگانیک نیست. ارگانیک یعنی اینکه شما برید توی جنگل خیار پیدا بکنید، اصلا داریم همچین چیزی؟ یا برید توی جنگل گل روز پیدا بکنید، اسم اون میشه گل روز ارگانیک. اگر شما توی باغچه‌تون گل میکارید دیگه این ارگانیک نیست، اصلا ما همچین چیزی هم نداریم. و از بین بردن آفت ها و شته ها و حلزون ها با گزنه، با نعنا و امثال اینها به هیچ عنوان امکان پذیر نیست، اصلا همچین چیزی وجود نداره. متاسفانه این شایعات رو کسانی پراکنده میکنن که در فضای مجازی ویدیو میسازن، این راهکارها رو پیشنهاد میدن و میبینن طرفدارم داره، چون انسان ها امروز به دلایل مشکلات زندگی شهری و امثال اینها شیوع بیماری براشون یعنی بیشتر شده، در واقع فکر میکنن بیشتر شده و فراموش کردن که تا همین چند سال پیش بیماری های مثل وبا، مثل طاعون، امثال اینها که من اگر بشمرم یک روز کامل میتونم در موردشون صحبت کنم و به لطف علم پزشکی تمام اون بیماری ها رفع شده و ما امروزه بیشتر از تنش ها رنج میبریم. چیزی که بیشتر داره به بشر آسیب میزنه
نظرات بدون تفکر و بدون کارشناسیه، یعنی کسانی که صاحب دانش نیستن، فقط یک چیزی رو شنیدن یا یک ویدیوی رو دیدن همون رو هی منتشر میکنن و هر جایی که میرسن اون صحبت رو مطرح میکنن تا بگن علم و دانش دارن. اولین گام هم برای کشاورزی موفق اینه که شما این شایعات رو نشنیده بگیرید، کار رو از روش درستش انجام بدید، در زمان درستش انجام بدید. بنده هر موضوعی رو به روزش یادآوری میکنم. تمام گیاهان رو سمپاشی بکنید از همین سم به همین ترتیبی که گفتم برای همه گیاهاتون، به جز درختان میوهی که شکوفه دارن و هنوز میوهاشون کاملا شکل نگرفته، برای اونها سمپاشی نکنید. و این سمی رو که بنده به این شکل بهتون توضیح دادم رو همیشه از همین استفاده نکنید. بنده در ویدیوهای دیگه، در فصلهای دیگه سموم دیگری رو به شما پیشنهاد میکنم. هر سمی برای آفت خاصی در روز خاصی ساخته شده، در نظر گرفته شده. این شکلی نیست که برای مرکبات و مابقی گیاهان که شکوفه دارن، درختای میوه‌تون مثل عناب یا مرکبات که شکوفه داره، هنوز سمپاشی نکنید. ما اینها رو بایستی زمستان سمپاشی میکردیم که من تو فصل زمستان این کار رو انجام دادم. همونطوری که توی ویدیو متوجه شدید، بزرگترین اشتباه اینه که به شایعات توجه بکنید، دنباله هر چیزی رو که توی فضای مجازی میبینید رو بگیرید و اون کار رو ترویج بکنید. نمیگم امتحان نکنید، در واقع اگه کسی یک بار این کار رو امتحان کرده باشه میدونه که این کار مسخره و اصلا جواب نمیده، مگر اینکه شما یه باغچه کوچیکی داشته باشید، از گزنه یا از هر چیزی، حتی با آب پاش اگه آب بریزید روی اون شتها، تا یکی دو روز اون شتها به خاطر اون آبی که روشون ریختین از بین میرن، همونطوری که وقتی بارون میاد بارون اون شتها رو از بین میبره، ولی بعد چند روز دوباره چند برابر میشن و مدام گسترش پیدا میکنن، بیشتر میشن. هر چیزی رو دنبال کردنم حتی ممکنه به جان آدم ختم بشه. مثلا پدر بزرگ من سالم سرحال بود، خاله من بهش پیشنهاد داد تو ویکس و به پات بمال، بعد پلاستیک فریزر بگیر روش جوراب ببوش. این پیرمرد این کار کرد، اون ویکس زیر جوراب پاشو پخت، پلاستیک باعث شد پاش پخت، همون موضوع پاش افونت کرد، مثل اینکه چجوری یه پا رو توی آب جوش فرو برده باشی. و اینکه یه مقدار قندم داشت، بیماری قلبی هم داشت، اینا مزید بر علت شدن، بعد چند ماه عذاب کشیدن مرد، بیچاره مرد، فقط به خاطر این نظر بی خود غیر مسئولانه یه نفری که گرفت و اون کار رو انجام داد. من پیشنهاداتی که به شما میکنم، سموم کشاورزی و کودهایی رو که به شما پیشنهاد میدم، این همه روش تحقیق شده، نه اینکه من تنها تحقیق کرده باشم، دانشمندان تحقیق کردن در موردش. همینطوری نیست که یه نفر یه سمی درست کنه تحویل من بده، منم به شما پیشنهاد بدم بگم استفاده بکنید. نه من اینجا دارم سم میفروشم، نه دارم کود شیمیایی میفروشم، فقط دارم روش درست کشاورزی رو به شما یاد میدم که چطور به اون نتیجه دلخواهتون برسید. متاسفانه چند نفرهایی هم هستن که تو هر ویدیویی هم که در مورد سمپاشی من صحبت میکنم، میان به زبان انگلیسی هم روشن فکرانه نظر میدن که این موضوع در آمریکا نیست، در آمریکا استفاده از کود کامل منسوخ شده. چطوری کود کامل منسوخ شده؟ چی میکنن؟ روی گیاهانشون ادرار حیوانات میریزن، مثل آدمایی که توی خاورمیانه اینا هستن با شاش شتر خودشونو درمان میکنن، آمریکایی هم با شاش شتر خودشونو درمان میکنن. ما نمیدونستیم توی کتابا و توی دانشگاه و اینا، فقط ما مثل چند تا احمق رفتیم اونجا
وقتمون رو تلف کردیم، سر زمینم کار کردیم، این تجربه و اینا رو همه رو بریز توی سطل آشغال. همه این کارهایی که ما میکنیم بیهوده است، با گزنو، با روغن بنفشه و با تاید ریکا میشه مسئول پرورش داد. لطفاً به این موضوعات توجه نکن. اون نکاتی که نیاز هست شما بدونید رو من به فصلش، به روزش منتشر میکنم، در اختیار شما میگذارم. من برای این ویدیو زیرنویس انگلیسی و به چند زبان دیگرم میذارم. از شما هم خواهش میکنم، میدونم طرفدار بنده هم هستید، طرفدار حقیقت هم هستید، حتما لایک بکنید و کامنت بذارید، بذارید یوتیوب این ویدیو رو به افراد بیشتری پیشنهاد بکنه، تا به وسیله اون زیرنویس هایی که من میگذارم همه از این موضوع استفاده بکنن و وقت خودشون رو تلف نکنن، کار بیهوده انجام ندن. ممنونم که تا این انتهای ویدیو همراه من بودید و حمایت میکنید. دم شما گرم.